فقر و تنگدستی هنوز هم پدیده جداناپذیر از افغانستان است. برخی از شهروندان کشور میگویند نبود شغل و درآمد زندگی را برایشان بسیار دشوار ساخته است. در این میان ذبیح الله نمونه یکی از ده ها شهروند کشور است که نبود کار زندگی را به کامش تلخ کرده است. میگوید که با وجود که فلج است تنها نان آور خانواده اش است و از حکومت خواهان کمک بیشتر است. از دو پای و از دست فلج هستم. نان آور در خانه ندارم. 11 نفر هستم که کل اشتکایم که خودم که سیاسرم که طفلایم که 6 طفل دارم. نان آور ندارم. خرچه آورش کس ندارم. کرای خانه سرم از خرچ خانه سرم دیگه کرای خانه سرم دیگه. همزمان با این مسئولان در اداره سرمیاشت میگویند که آنان توانستن بیش از 41,000 گدا را از شهر کابل جمع‌آوری نمایند و پس از سروی و تحقیق برای 343 خانواده ماهانه 5,000 افغانی معاش تعیین کنند. نوروز تا مدت فیصله وکړه د نور جهتون سره په توافق چې موږ به یو کورنۍ ته فلحال دپاره ماهانه 5,000 افغانۍ ورکوو چې دوی د کور یو څه ګزاره ورباندې وشي. په دغې کارتونو کې چې مخکې موږ دې خلکو ته پیسې ورکړي دي تقریبا 1,309 کورنیو ته چې 1,013 تنه افراد برابرېږي دوی ته موږ پیسې ورکړي او نن 343 کورنیو ته د پیسو د توضیع پروګرام دی. از سوی هم برخی از این خانواده ها می گویند که تاکنون هیچ کمکی از سوی هیچ نهاد دریافت نکردند و با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو هستند و این کمک ها برایشان کافی نیست. اولین بار است کمک شده از طرف سرمیاش بر ما، کرای خانه دارم، کرای برق دارم، اما دیگه کمک من نداشتم. خودم وظیفه داشتم، کار میکردم، این دو سال شد بیکار هستم، در کنج خانه هستم. اما این همی اولین بار است که ما کمک شدیم. وقت به من نمیرسه که کفایت کنه، حتی همی کرای خانه ما پوره کده نمیتونم. شما باور کنین که یک نواسی من مکتب میخوانه، اما صبح که من در چای صبح از رسیده نمیتونم در چشم گیریه مکتب میره. مسئولان در اداره سرمیاشت از دیگر نهادهای کمک رسان می خواهند تا با آنان برای دستگیری بیشتری نیازمندان همکار باشند و بیشتر روی پروژه های بنیادی و انکشافی در کشور کار نمایند.